تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شکر که سر سفره قرآن آیه و آیه تلاوت میشه. هر آیه را ما چند دقیقه راجعش ازش صحبت میکنیم. از اول قرآن به جزء 22 سوره سبع رسیدیم و الان آیه 7 بشنوید. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. کفار معاد قبول نداشتن، تعجب میکردن و به هم دیگه میگفتن یا به استهزا میگفتن، میگفتن میخواد هل ندلكم على رجل، آیا شما رو به مردی راهنمایی کنیم که یه حرفای عجیب و غریبی میزنه. چی میگه؟ میگه اذا مزقتم کل ممزق، وقتی متلاشی شدید به نحو کامل، وقتی مردید و پوسیدید و متلاشی شدید، انکم لفی خلق جدید، دو مرتبه شما زنده میشید. عجب آدمیه. میگه قیامت کفار در قالب استهزا به هم میگفتن چه حرفایی میزنه، میگه بعد از مرگ دو مرتبه زنده میشید. قال الذين كفروا، یعنی کفار هی تبلیغ میکنن منتها دلیل هم ندارن، هی تحقیر میکنن، استبعاد میکنن، برهان ندارن. بعد حالا دنبالش آیه 8 بشنوید. افترا علی الله کذبا ام به جنه بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد. این کفار میگن افترا علی الله، او دونسته بر خدا دروغ میبنده، پیداست خدا را قبول داشتن، معاد قبول داشتن. یعنی واقعا این که میگه بعد از مرگ زنده میشیم میفهمه چی میگه، افتران بنده. ام به هیچ جنه، یا جنونی در او پیدا شده. قرآن میگه نه، ایتو نیست که میگه، نه افتراست نه جنون، حقه. ولی الذین لا یؤمنون بالاخره، اونایی که به آخرت ایمان ندارن در عذاب و گمراهی دور، دور از نجات و حق هستن. خب اونا که ایمان به آخرت دادن در عذاب هستن، نه فقط در آخرت، در دنیا هم در عذاب هستن، چون کسی که به قیامت عقیده نداره میبینه داره به سمت مرگ میره، سه وقت دیگه پوچ میشه. فکر پوچی، فکر این که عمرش تلف شد، مالش تلف شد، که چی ما این همه ساختیم، خودمون نیست میشیم، بچه هامون نیست میشن. یعنی همین که انسان احساس کنه از مرگ میترسه، زحمتاش هدر رفته، تلاشاش نتیجه نداره، اینها یعنی آدمی که ایمان به قیامت نداره زندگی براش معنا نداره، یعنی بذاره به سمت پوچی میره. کجا میریم؟ میرم نیست بشم. چرا میسازیم؟ میسازیم میخوریم بعدش هم هیچ میشیم. اون سادمی که مثلا بگیم لبا شده اتو کن، میگیم برای چی؟ میگیم بعد میخوایم آتش داریم. خیلی مؤدب بشیم، برای چی مؤدب بشنم؟ میخوایم تو رو بسوزنم. یعنی وقتی داریم نیست میشیم، برای چی مؤدب بشیم؟ برای چی لباس رو اتو کنیم؟ برای چی زحمت بکشیم؟ اونا که ایمان به قیامت ندارن تو دنیا هم چون تحلیل درست و تفسیر درستی از هست ندارن، زندگیشو برشون معنا نداره. چرا اینا قیامت قبول ندارن؟ آیه نور رو بشنوید. افلم یرو الى ما بین ایدیهم و ما خلفهم من السماء والارض این نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم کسفا من السماء این فی ذلک لآیه لکل عبد منیب. اینا درباره قیامت حرف حسابشون چیه؟ میگن چطور زنده میشیم؟ میگه نگاه نمیکنید به چیزایی که داریم، چه شده نگاه کن، همین درخت خوش بود سر شد، همین آقا خوابید قابش بود مرتب بیدار شد، همینطور که میخوابید میبینید، همینطور که بیدار میشه زنده میشید، همینطور که پاییز میشه میبینید، همینطور که بهار میشه سبز میشید. اولا یرو الی ما بین ایدیهم، اینا نگاه نمیکنن به چیزایی که به زمین و آسمانی که پیش چشمشونه، و ما خلف هم چیزایی که پشت سرشونه. یه نگاه پشت سرت کن، یه نگاه جلوت کن، اینا نگاه نمی کنن. این نشأ نخسف بهم الارض، اگر بخوام اینا رو تو زمین فرو میکنیم،
زمین دهن باستون همه رو قورت بده مثل که قارون قورت داد. او نسقط علیهم کسفا من السماء، قطعاتی از آسمون پرتون تو کلشون، همین سنگای آسمانی بخوام شما رو زیر رگبار سنگ ها قرار بدیم، بخوام شما رو تو زمین فرو میکنیم. بلا از آسمان دستمانه، بلا از زمین دستمانه. چطور خدا رو قادر نمیدونی؟ یه تکسلول گرفته یه انسان ساخته، حالا یه انسان رو در قبر باز میکنه، قیامت دامنه به هم متصل میکنه، گیر کجاست؟ ان فی ذلک لآیه لکل عبد منیب، اگر انسان بنده توبه کاری بشه میتونه عبرت بگیره. یا یه میخواد بگه اگر در معاد شک کنی نگاه کن به همین محسوسات، از محسوسات پیش رو این سلول های بدن ما هر به چند سال یه مرتبه همه عوض میشه. چطور سلول عوض میشه؟ اون سلول عوض میره سلول جدید میاد، چه اشکال داره؟ برای ایمان به معاد از همین محسوسات کمک بگیرید، چیزایی که جلو چشمتونه، عظمت جهان هستی رو ببینید، این با این توجه با دقت. حالا بعدم میگه دست خدا بازه برای هر تغییری، میتونه شما رو ببره، میتونه بیاره، میتونه از آسمون زیر رگبار قرار بده، میتونه از زمین، دست خدا بازه. 8 و 9 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.